خانم آقایان، بینندگان عزیز، سلام به شما. نظرگر برنامه یه تاک شو هستیم که هر هفته در چنین روز و در چنین ساعتی در خدمت شما هستیم با مهمانان بسیار بسیار عزیز. در بخش نخست برنامه گفتگویی دارم با یکی از عزیزانی که در زمینه امور اقتصادی سالیان سال فعال هستند و در طی 45 سال فعالیت درخشان و بسیار بسیار مورد توجه هموطنان عزیز ما ثابت کردن که در امر وام و ریل استیت حرف اول رو میزنن به قول برای بچه های ایران. از خانم مینا پورنگ مجددا دعوت کردم که مهمان برنامه بشه تا با ایشون گفتگویی رو در زمینه ریل استیت، املاک، زمین، وام، خرید خانه، فروش خانه و موارد متعددی که در این زمینه هستش صحبت کنیم. خانم مینا پورنگ سلام عرض می‌کنم، ان‌شاءالله که حالتون خوبه. زنده باشین. سلام عرض می‌کنم به شما و همه هموطنان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. مرسی. هفته گذشته هفته چگونه بود برای شما؟ خب حتما می‌خوام بپرسم بهره اومده پایین چون بسیار سر ما شلوغ بوده، یه مقداری بهره پایین اومده. البته حدس می‌زنیم که در سال آینده بهترم بشه. بله. عرض کنم که از چه نظر حدس می‌زنید در سال 2025؟ ببینید، بهره‌هایی که بهره‌های مورگیج به طور کلی به طور متوسط وقتی نگاه کنین بین 4 تا 6 درصد بوده. بله. و می‌تونین اینو برگردین روی چون بهره‌های مورگیج طوری که انتخاب میشه به خاطر یک نوع چی میگن 10 years treasury note، حالا من بگم اسم انگلیسی بذارم این جنرال. بله. بیسشه، یعنی اون جایی که ما میفهمیم که بهره ها بالا رفته یا پایین اومده. بهره ها به طور کلی، من اینطوری براتون بگم، اتفاقا این صحبت بود که میخواستم بکنم ولی میخوام آقای سروان از من سوالاشونو بکنن که به نظر نرسه که من کنترل برنامه رو دارم. ولی شما میدونید که ولی شما میدونید که به خاطر اینکه من 120 سال عمر شما باشه کنار پورنگ بودم، این یاد گرفتم فقط صحبتو میکنم. برنامه ما زنده است، همونطور که میدونید نوشته نشده، برای همین بعضی اوقات اگه میبینین که من از صحبت ایشون، از سوال ایشون خارج میشم، دلیلش فقط به خاطر اینه که بتونم تا اونجا که ممکنه اتفاقاتی که الان افتاده رو شما رو در جریان بذارم. حالا راجع به بهره شما سوال کردیم، بهره یه مقداری پایین اومده نسبت به مقداری که در 2 سال گذشته بود. همونطور که شما میدونین براتونم صحبت کردم، بعد از کووید به خاطر تورم زیاد قبلا در حقیقت دولت داشت اسناد اوراق بهادوری که بهادور درسته اوراق بهادوری که بهادار بهاداری که ببخشید بهادور بهادار معذرت میخوام که برای خرید و فروش برای ملک وقتی سند رو بگیم سند ملک رو قبلا با رقم پایین‌تر می‌خریدن، مورگیج بک سکیوریتی اسم انگلیسی می‌خوایم بذاریم روش. و بعد در سال‌های 2022 تقریبا گفتن ما استاپ می‌کنیم چون قیمت‌های خونه خیلی افزایش پیدا کرد، خرج زندگی بالا رفت، نه فقط قیمت غذا یا پوشاک یا ماشین، قیمت خانه‌ها بالا رفت، کرایه‌ها بالا رفت. پس اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما در توفتیم تو دردسر، پول زیاد چاپ کردیم، بهره رو خیلی آوردیم پایین به خاطر کووید و الان مجبوریم که چیکار کنیم، نخریم دیگه این اسنادو. پس اونا استاپ کردن، دیگه نخریدن. گذاشتن تو بازار. وقتی که شما اینجا یه مورگیج میگیرین، وقتی اینجا یه وام میگیرین، اصولا فروخته میشه به یک سرمایه گذار. ولی وام شما، یعنی مثلا اگر من برم یه پولی قرض کنم، یه خونه بخرم، نه اینکه فقط سند من دستبندی میشه، یک عده افراد مختلف سنداشون دستبندی میشه. مثلا میگم ما 1 بیلیون دلار خرید و فروش میکنیم در بازار نیویورک سکندری مارکت، هر کسی میخره سرمایه گذارش. بهره ها بانک مرکزی بهره های مادر هم بالا برد، نه بهره های مورگیج رو بخواد بره بالا، بهره های مادر رو بالا برد. و بهره های مادر یا همون پرایم وقتی شما صحبتشو میکنین به خاطر بازم برای این بود که جلوی تورم بگیره. به خاطر اینکه بهره ها رو برد بالا، افرادی که کریدیت کارت رفته بودن قرض کرده بودن، رفتن کریدیت کارت هایی که 15% 12% میدن، یه دفعه کریدیت کارت ها بهره ها شد 28%.
به خاطر اینکه بهره های شما رفت رو کریدیت کارت ها بالا که ان شاءالله شما بدهکاری نداشته باشین، بعد اومدن گفتن ما حالا میخوایم وام دوم بگیریم که این کریدیت کارت های 28 درصدی رو بدیم. بله. پس به این نتیجه میرسیم شما یک بهره 3 درصدی 2 درصد رو نمی داشتین، بعد رفتین یه لاین اف یه دونه یالمه کریدیت کارت بدهکار شدین چون عادت کردین به خرج کردن. دولت دو سه بار پول بهتون مجانی داد، تو امریکا این کارو کردن، یادتونه 600 دلارایی که میدادن؟ بله بله. بعد کمک کردن به بیزنس ها و حالا میگین خب من بالخرج زیاد کردم، حالا بیا کریدیت کارتمو بده، وام اول منم نمیخوام، 2 درصد مال خودتون تغییرش بدین. بله. چون یه لاین کریدیت برام بگیرین رو کریدیت کارتا. لاین کریدیت که میگیرین باز یه بدهیتون، یه وام دوم دارین، اول دارین یه وام دوم، بعد میان میگن خب وام دومه که خیلی‌ها فکر میکنن که پول ارزونیه، نیست، برای اینکه روی پرایمه. پرایم یه ایندکس دیگه یا یک منبع دیگه است که اینا حساب میکنن. پرایم چقدر؟ 8.5. استفاده بانک چقدر؟ 2%. پس شما درست بهره رو فقط میدین، ولی تقریبا آن اوریج 9.5 تا 10% باید این وام دوم و بهرهشو بدین. بله. و فقط بهره. پس الان مردم به فکر افتادن که بیاین حالا این دوتا رو عوض کنین، با هم یکیشون کنین. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقت بهره 2%, 2.5% دارین، هدف رو به ما اینجا میگیم به عکس بزرگ فکر کنین وقتی میخواین وام بگیرین. چون خیلی ها میشینن صحبت میکنن، من و شما میشینیم صحبت میکنیم و میخوایم پردیکت کنیم که یا بگیم آینده نگری کنیم، ولی این کمکی به هیچ کی نمیکنه. ما باید ببینیم که عکس بزرگ چرا دارن این کارو انجام میدن، به چه دلیل بهره بالا رفته بعد تو 2 هفته گذشته یه دفعه اومده پایین، چه اتفاقی داره تو بازار میفته. اتفاق اینه که وقتی بهره شما رو کردن 2%, 2.5%، یعنی شما پول به این ارزونی گرفتین، برای یک بدهی بزرگ 1,000,000 دلار، 800,000 دلار، 200,000 دلار روی خونتون، خب اینا میخوان چیکار کنن؟ میخوان اینا رو کانسالیدیت کنن، بهره رو برسونن به اون فلویی که بوده. برست. فلو چقدره؟ 4% تا 6%. پس بهره رو آوردن پایین. بهره اومد زیر 6%. تو لونایی که دولتی FHA به 4.99 هم رسید. بله. الان یه شوکه دوباره، مردم میگن خب بهره 7% بود، 6% بود، شده 5.5. ولی آیا حرکتی میکنن به طرف خرید یا تغییر وام؟ اونایی که پس انداز زیاد داشتن نه، چون اونا نشستن که بانک مرکزی بهره ها رو بیشتر بیاره پایین. به خاطر داشته باشین بهره های وام، وقتی شما وامی رو خونتون میگیرین، وامای اول با تریجری نوته. تریجری نوت همونجاست که اگه شما مثلا بریم به بانکتون رجوع کنین، بعضی اوقات میگن ما این پولتون رو میذاریم تو تریجری نوت 5% میسازیم یا توی این میذاریم 6%. شما باید اون رو نگاه کنید به طرف چه طرفی میره. 4 تا 6% بهره های عادیه. صحیح. من از کی میدونم؟ از 1980 اگه نگاه کنین. حالا اگه قبل از اون برگردین خواهیدین فقط در اتفاقای غیر منتظره ای بهره ها خیلی رفته بالا. بله. یا بهره ها خیلی اومده پایین. برست. به طور متوسط 4 تا 6%. حالا این بهره در طی همین مدت چه واکنشی رو بازار نشون داده؟ بازار به طور کلی هنوز جلوی تورم رو نگرفته. تورم یکی از مسائل عمده‌ای که ما در تورم در امریکا داریم. در امریکا شما نمیتونین قیمت خونه ها از یک حد بیش از حدی بره بالاتر. در رابطه با اینم یه اطلاعاتی میخواستم در اختیارتون بذارم که فقط بدونین چرا قیمت خونه ها بالا رفته، که در هر موقع شما سوال کردین من جواب میدم. ولی تورم رو تا یک حدی کنترل کردن، ولی تورم فقط به مسکن یکیه، غذا یکیه، پوشاک یکیه، ماشینالات، گس، این بنزینی که میزنیم اگه یادتون باشه ما 3 دلار بود، الان رانندگی میخوایم بکنیم باید 6 دلار پول بدیم. 5.99 6 دلار هر گلونی که خیلی زیاده. سو همه رو میخوان با هم دیگه چیکار کنن؟ میخوان یک کار کنن که همه با هم این کامبینیشن بیاد پایین. به طور متوسط چیه؟ به طور متوسط بین اینا میخوان به 2 برسونن یه چیزایی رو که یه حدی رو رسوندن نتونستن بقیه رو. الان ما هنوز بین 2 و 4ایم. بعضی ها مثل انرژی هنوز گرونه. بله. که انرژی همین گاز و این چیزا هست و ملک، خانه، کرایه کردن هنوز گرونه. خدمات جانبی مثل فرض بفرمایید
دکترها آیا میشه این دارم شامل این؟ بله، خرجایی که برای وقتی شما رو پزشکا مثلا میگین، برای مثال ما وقتی که جوان بودیم، از من وقتی که خیلی جوان بودم، وقتی که کار میکردم و 18 سالم بود 20 سالم بود، همیشه سوال میکردم که این پول سوشال سکیوریتی برای چی برمیدارین از من میگیرین؟ گفتن خب وقتی که سنت میره بالا، میرسی به 62 سال، ما میخوام به تو پول بدیم. خب گفتم چه عقیده عالیه. بعد یواش یواش گفتن دیگه 62 سال نیست، میخوام بکنیم 65 سال. بعد یواش یواش گفتن حالا 67 ساله، یعنی ما بعد تا وقتی بتونیم این پولو یه مقدارشو بگیریم. حالا ممکنه میگن اصلا تا موقعی که من 67 سالم بشه همون پولا بانکراپ بشن، وجود خارجی نداشته باشه. برای همین خرج زندگی در امریکا در جاهای شما، وقتی تو راجع به کالیفرنیا صحبت میکنین، نمیتونین کالیفرنیا رو با یه استیتی که خیلی پاپیلر نیست یا خیلی خوب نیست از نظر آب و هوا مقایسه کنین. مثلا شما نمیتونین بگین من دارم توی آلاسکا قسمت سرد نشین، باز نمیگم آلاسکا بده، اونایی که اونجا هستن ناراحت نشین، ولی قیمت خونه رو شما وقتی مقایسه میکنین، مثلا یه چیزی که شاید توی ساوت کارولینا بخواید بریم بخرین 500 هزار دلار، بخواید توی کالیفرنیا جنوبی بخرین، اونو باید 3 میلیون براش پول بدین. بله. خب اینو میدونیم. پس چرا؟ به خاطر آب و هواست، به خاطر کار، به خاطر جای کالیفرنیا جاییه که ببینید میگن گلدن استیت. چرا بهش میگن استیت طلایی؟ بله. البته گلدن استیت از قدیما میومد، چون قدیما وقتی که اومدن توی کالیفرنیا میومدن که طلا در بیارن. بله. ولی قدرت اقتصادی کالیفرنیا در دنیا ششم یا هفتمه. بله. مترو، یعنی همه از همه جا میان اینجا. کاملا. که بعد برمیگره به سوال، حالا شما سوالاتون رو کنید، من اتفاقا یه موضوعی چون راجبش من فکر میکنم که چرا ما به اینجا رسیدیم. من به عنوان یه شخصی که 45-6 سال این کاری کردم، چی کار میتونم بکنم که به چیزایی که میدونم و انتقال بدم برای جوانای آینده، کسایی که نگاه میکنن، کسایی که در خارج از امریکا هستن، به فکر آمدن امریکا هستن، و چطور کمکی میتونم بهشون بکنم؟ چون واقعا قصدم اینه. این نیستش که من پول نمیسازم و نمیخوام بسازم. البته کار من خرید و فروش ملک، وقتی میگین من به شخصه با شما نمیام خونه نشون بدم. من بروکرم. یعنی چی؟ یعنی یه دفتر دارم. تو هر دفترم کسایی هستن که فارسی زبان هستن و من کارو اوورسی میکنم، یعنی نگاه میکنم. اینم برای این نیست که من دوستم، اتفاقا خیلی دوست دارم با ایرانیا صحبتی میکنم، بعضی وقت خودم دوست دارم باهاشون باشم. میدونید دلم چون برای ایران تنگ میشه وقتی ایرانیا میبینم یا باهاشون میرم یه خونه نشون میدم، واقعا برای دل تنگه بیشتر قدر از هر چیز دیگه. مخصوصا اونایی که جاده دو طرفه از زمنا، ایرانیان هم شما رو بسیار بسیار همون عشق علاقه‌ای که شما نسبت به هموطنان رو متقابلا اونم علاقه زیاد. ببینید من میگم، من همیشه میگم من فامیل بزرگی دارم، من خودم میدونید فامیلم بزرگه، ولی چون اینجا کنار شما بزرگ شدم و پیر شدم، وقتی ایرانی ها رو میبینم برای دلتنگیه. پس من دو تا آفیس دارم، یکی در حوالی لس آنجلس که میگیم لس آنجلس و ولی رو کاور میکنن، یکی در اورنج کانتیه، و کسایی هستن که من بروکر شدم. بروکر چگلی میشین؟ وقتی شما یه مدت تو کار خرید و فروش باشین و یه لایسنس، مثل بهتون یه ورقه میدن که مثلا حالا میتونین بقیه کسایی که تازه کار کردن یا شاید هم بیشتر کار کردن، 10 سال بوده 15 سال بوده، ولی میخوان یه کسی نگاه کنه کاراشون. کار من تو ریل استیت اونه. واقعا در کار وامم به همین صورت، من اولین کارم تو سکیورتی پاسیفیک بانک که اون موقعی که جوون بودم، حتما شما من اون موقع یادتون، سنچری سیتی. بعد اونجا کار شروع کردم و که بعد سکیورتی پاسیفیک بانک یه بانک آمریکایی بود، فروخته شد به بانک آف آمریکا که خیلی ها میشناسیم. من اونجا از طبقه تلر مثل میری چک کش میکنین شروع کردم و بعد به قسمت های بالا و بالاتر رسیدم. و کار بانکی رو از پدرم دارم. پدر من آقای کاکاون در بانک ملی، در بانک ملی اداره دبیرخانه. من از بچگی در کنار ایشون بانکینگ و فایننس و پدر من همیشه عقیده داشت که 4 تا چیزو باید آدم تو دانشگاه یاد بگیره، چون همیشه به درس خوندن و اینا خیلی چیز بود. میگفت ساینس، مدیسن، کیمستری، بقیه رو میتونه آدم روی
کتاب و اینا یاد بگیره. بالاخره چهار چیز میگم که همیشه باید اینا رو بدونیم. بله. سو من فایننس رو توی از پدرم یاد گرفتم، چون پدرم تو تو کار. سو چرا من این حرف رو میزنم؟ حالا من که الان رسیدم به این سن که 62 سالمه و خیلی هم خوشحالم که سنمو میگم، بچه‌مو بزرگ کردم، دلم میخواد اطلاعاتی که جمع کردم بتونم به هموطنام منتقل کنم. چرا؟ برای اینکه من بنفیتش رو بردم. من فکر میکنم که وظیفه افرادی که مثل ما از قدیم اینجا بودن اینه که کمک کنیم به کسایی که تازه وارد میشن که اونا موفق باشن. هدفم اینه. همیشه هم هدف شما در طی این 45 سال همین بوده. پس من همکار وام میتونم انجام بدم، همکار ریال استیت و الان خوشبختانه اینو بهتون بگم با یک کس دیگه، سرمایه گذار دیگه، یه بانک دیگه که سرمایه گذار، در تماس بودم که اونا گفتن که تا وقتی که شما ویزا بگیرین بیاین اینجا. گفتم ویزای ایران هم اوکی؟ گفت برای ما فرق نمیکنه، 40% بذارین میتونین وام بگیرین. ولی خیلی من زنگ میزنم میگن خب ما میخوام بیام اونجا یه خونه بخریم. میگم خب کی خونتون رو میخواد مواظبت کنه؟ اگه رفتین از اینجا ویزاتون تموم شد نتونستین برگردین چیکار میخوام بکنم؟ آیا یه مؤسساتی هستن که در غیاب خریدار بتونن کارا رو انجام بدن؟ بله، ما ببین دفترهایی هستن، ما خودمون دفترهایی داریم که میتونن مینتین کنن. ولی ببینید موضوع اینه که شما وقتی یک سرمایه گذاری زیادی میکنیم باید مطمئن باشیم میتونیم برگردیم. ببین شما فکر کنید یک کسی بیاد $1,000,000 اینجا بذاره، بعد به هر دلیلی نتونه اینجا برگرده، خب پولش از بین میره. ما نمیخوایم این کارو انجام بدیم. میدونید ما میخوام مطمئن بشیم شما سرمایه بذارین، پول میسازین. خیلی هم زیر این فکرن که اگه ما سرمایه گذاری کنیم گرین کارت میگیریم. همین این صحت نداره. نه، حالا اگه کسانی که گرین کارت نداشته باشن، بله، میتونن در اینجا خانه خرید کنن. بله خب بله میتونن. یعنی لزومن این نیستش که حتما باید گرین کارت. نه شما به عنوان خارجی در هر کجای دنیا که باشین میتونین خرید کنین. بله. پیش قسطتون بیشتر میشه. بله. مدرک درآمد هم احتیاج ندارین. شما باید شناسایی فقط بشین کی هستین. بله. میدونین از کجا دارین میان، کی هستین، چون میخواین مطمئن شن این پولی که داره استفاده میشه پولیه که شما به عنوان یه شخص فردی از یک کشوری اومدین میخواین تو آمریکا سرمایه گذاری کنین. حالا اگر مینا خانم عرض کردم خدمتتون، کمپانی هایی هستن که در ارتباط با در غیاب خریدار به هر حال کمپانی هایی هستن که حالت امانت داری هست، اسمشون به هر حال مورد تایید مقامات مختلف گاورمنت شما هست. داریم پراپرتی منیجر رو داریم. الان اینی که شما اشاره کردین، خب با بسیاری از عزیزانی که در خارج از امریکا هستن، بعد با توجه به اینکه گرین کارت هم ندارن میخوان اینجا سرمایه گذاری خریداری کنن، پس من آیا دفتر شما آیا این حق مشاوره رو داره به این خریدار بگه که آقا ما یک همچین کمپانی رو هم لایسنسش رو داریم؟ من تبلیغ براش نمی کنم، چون فقط برای کساییه که باهاشون کار کردم. اونی در واقع شما 100% رأی مثبت رو بهشون میدیم به خاطر اینکه در تمام بله من هیچ ایرادی برای ببینید حالا میخوام برسم به صحبت بعدی. بله. خیلی مهمه. حالا شما سوالاتون از من که آقای سروان همیشه چک میکنم ببینم من میدونم چه خبری. شما سوالاتون از من کردین که نه من حالا در میان صحبت های شما سوالم هم مطرح میکنم. ببینید یکی از در من به طور کلی وقتی میبینم که مارکت به طرف بالا میره، خب فقط به سطحی فکر نمیکنم که چه اتفاقی افتاده. خب اومدن مارکت رفته، اصلا خونه برای فروش نیست، چرا این اتفاق افتاده؟ باید به دلیلش فکر کرد و باید وقتی به دلیلش فکر میکنیم ببینیم که چه چیزایی ممکنه اتفاق افتاده باشه که خریدار بیشتر شده باشه. در سال 1870 ما سه دوره حدودا 14-15% خارجی ها اومدن در کشور امریکا. بوده 5-6%، ولی در سه دوره به 14-15% رسیده. یکی سالای 1870 بوده. بله. خب سالای 1870 انگلیسی ها و اونایی که مال مثلا آلمان ها و از اون بر اومدن اینجا موندن. فرانسویان بودن. من اون موقع اینجا نبودم. ولی بله. خب شما میدونی فرانسوی. هیستوریتون بهتر از منه. بعد سالای 1920 میخوام بگم ژاپنیا بودن. بله. مال السالوادور بوده. یه مقداری از کسایی که پرابلم زیاد داشتن بودن، اسمم یادم رفته که اونا مال آمریکای جنوبی هستن. کلمبیا پورتوریکو بود. کدوم بودش که اون رهبرش چیز بود، زحمتش
چپی بود من یادم نه آره یادم رفت کوبا اونا اومدن خیلی ستل کردن. چه موقع دوره چقدر شد رسید به 15-16 درصد. بعد سالای 1960-70 در حقیقت ما امیگریشن، ما که میگیم ببخشید میگم ما، من همیشه پورای مسخره میگم گفت نگین ما، مگه شما چند نفرین؟ من خودمو نمیگم، هیستوریو دارم میگم بهتون. سالای 1950-1960 کالیفرنیا تقریبا جمعیتی که درونش میومد سقوط کرد، امیگریشن یادتون باشه بعد از جنگ بوده، بله یاد داشته باشه. و بعد از اون دوباره اسپایک وقتی به 15-16 درصد رسید که بود 2006 تا 2010. بله تو 2006 و 2010 کیا اومدن اینجا؟ چینیا. بله حالا چینیا چرا اومدن اینجا؟ برای اینکه چینیا اومدن تقریبا 25 درصد از ریل استیت اسست آمریکا رو خریدن. بله چون فکر کردن، حساب کردن، گفتن خب چیکار. یعنی الان ریل استیت آمریکا وقتی نگاه می‌کنی اینا اگه بخوان بگن ما دیگه نمیخوایم، میخوام همه رو بفروشیم یا قیمت ها رو سرنگون کنیم، میتونن این کار بکنن. صدمه نمیگم خیلی زیاد ولی میتونن صدمه بزنن. پس نمیشه گفت در این دنیا چی میگین شما گلوبال ویراج، شما چی میگین دهکده جهانی میگین؟ دهکده جهانی. نمیشه بگیم که سیاست، جنگ، کشورهای مختلف، چون چین قصدش اینه که امریکا رو از رده دلار رو از رده شماره یک بودن بیاره پایین. قصدش این بوده از قدیم و خب یه مشکلی که داره تعداد فرزندانشه. بله. چین نسبت به امریکا خب بیشتر جمعیت داره. بله. و خب وقتی شما توی کشوری بیشتر جمعیت داشته باشین از درآمد، باید مثل یه خانواده پر چی میگین پر جمعیته خرجتون بیشتره. پس دلیل این که شما دارین میبینین توی مارکت کالیفرنیا خونه کمه، خرید و فروش قیمتا داره میره بالا، به خاطر اینکه سرمایه گذارا کجا میخوان سرمایه گذاری کنن؟ شما الان اگر 5 میلیون داشتیم میرفتیم میدلی سرمایه گذاری کنیم؟ نمیکردیم، به خاطر جنگ. نه اینکه کار دوباره کسایی که تو دبی هستن، تو ترکیه هستن، ان شاء الله موفق باشین یا آنتالیا یا هر جا هستین، این نشان به اون نیست. مردم عقیده‌های مختلف دارن، عقیده من اینه. پس میدل ایست یه ایرادی داره. توی اروپا که میرین، مثلا توی آلمان همین که چاقو زده بودن 6 نفر رو کشته بودن، بله. امنیت برای سرمایه گذاری خیلی مهمه. بله. شما وقتی مال تو برای یه جا میذاری میخوای امنیت داشته باشی، قانون بالا سرش باشه، یه دفعه یکی نیاد دیوونه بشه بخواد 6 نفر رو بکشه. برای اینکه شما سرمایه گذاری، شما کار 20% نداری. متاسفانه امین خودم اینه که شما اشاره فرمودید، میدونید که در همین هفته گذشته چند اتفاق در همین غریبانی هم افتاد. بله. ضمن اینکه امنیتش واقعا به نسبت در ارتباط با آلمانی که اشاره کردین حوادث متعددی در از نظر چاقو اتفاق افتاد. ولی منظورم که این سیف بودن کالیفرنیا به نسبت جاهای دیگه کاملا مورد تایید. چه اتفاقی تو کالیفرنیا افتاد که شما میگید چند تا طرف گذاشته؟ همون تیراندازی و این چیزا رو دارید؟ تیراندازی آره. بود بعد یه آقای پزشکی رو با چاقو آره. کشتن. ولی ترور نبوده. ببینید فرق میکنه. بله. هر جایی شما الان ایرواین هم برید، مقدما تو ایرواین در خونه رو اصلا باز میذاشتیم. بله. الان نمیتونه این کارو بکنه. بله. جمعیت که زیاد بشه باهاش مسائل خودشو میاره بیرون. بله. خب بله. این نیستش که من بگم کالیفرنیا که شما بیاین اصلا پلیس احتیاج ندارین. نه. شما وقتی که تو فریوی امروز میومدم خیلی دوست داشتم، چون یه پلیس جلوی من میرفت، من پشت سر پلیس بودم، هیچکی جرئت نمیکرد لینشو عوض کنه. بله. چون اینجا پلیسا شوخی ندارن. هفتیرشون رو در میارن، گوش نکنین، میکشن. ولی شما باید همون 55 مایل رو برید. نه. 60. Actually no. 75 میتونین برید، نمیگیرن. ولی تا 75 میتونید. تا ساینات داره 65. ساینات زدم. ولی میگن وقتی میگن یه پلیس اینو به من گفت، چون یه بار تون میرفتم، گفت یاد باشه 75 رد کنی your mind. اگه میدم بهت. گفتم اوکی 75. سو اینجا ببینید، من همه دنیا، هر جای دنیا برین اتفاقای بد میشه اتفاق. خب به نسبت هم بعضی جاها کمتر. بله. ولی ترور دارم میگم. یعنی یکی مثلا بگه من مال این مذهبم میخوام بزنم یه سریو بکشم. اینجا اتفاق بله. افتاده، ولی میدونین که ازش نمیگذرن. یعنی بله. اصلا این نیستش که حالا بریم فکر کنیم چی کار میخوایم بکنیم. بله اتفاقات برای بچه ها چندین سال قبل بله. بچه ها افتاد. بله. بچه ها رو ترور کرد. دقیقا.
پس من نمیگم نیست، ولی سرمایه گذار به طور کلی در جایی میخواد، چون اینجا هم توی گفتم تو کالیفرنیا شما از همه نوع آدمی میبینین، از همه نوع آدمی، از هر نوع سیاستی میبینین، و مثلا میان هر کی عقیده خودشو میگه، بعضی وقت جنگ و دعوا میشه با هم دیگه، ولی اگه یه کسی چاقو برداره بیفته به جون آدما، میدونی که اینجا بله. این خبرا نمیتونه باشه، این ولی ما به مراتب بیشتر تو اروپا اینو میبینیم. بله شما دقیقاً. حالا من برای همین میگم سرمایه گذارا به طور کلی، چرا صحبت این بود که چرا دارن میان اینجا، تو چین سرمایه گذارا پولا رو واسه چی میخوان بیارن؟ که چرا استاپ شد جمعیت اومدن چین بعد از اینکه این خونه ها رو خریدن و خیلی هم چین بک میکرد؟ به خاطر اینکه الان دیگه پوزیشنشون اینه که ما خونه هایی که میخواستیم بخریم خریدیم، مقدار کمتری دارن میان اینجا، ولی با جنگ هایی که اخیراً اتفاق افتاده، حالا ما داریم میبینیم از سرمایه گذارهای روس میخوان بیان اینجا، بله. از یوکرین آدم های پولدار میخوان بیان اینجا، ما داریم میبینیم از اروپا خیلی ها میخوان بیان، از انگلستان، از سوریه، از سوریه، میدلیست هم داریم، از سوریه هست، بله. از انگلستان شما باورتون نمیشه چقدر دارم میان، بله. چون انگلستان هم الان پرجیدس، بله. یه مقداری چیز شده، سفید پوستا ریختن تو خیابون، بله. بر ضد بقیه و اینا. برای همین من حرفی که میذارم اینه، به طور کلی سرمایه گذاری در کالیفرنیا اگه بتونین انجام بدین، خب همه امکانات که هستش خانم میناپورک، امکاناتی که چه از طریق وام، چه از طریق واقعا خانه های مورد علاقه ایرانی ها، همین رو در دسترس خوشبختانه تونم در طول این مدت هم شما واقعا به عنوان یک شخصی که دلسوز باشین برای کسانی که واقعا اون سلیقه و عقیده‌ای که دارن برای خرید خودشون، خانه خودشون، شما یارو یا آورشون بودین. اگه اجازه میدیم من شما تلفن شما رو اعلام کنم، که بعضیا شما همین الان میخوان شما تلفن شما رو یادداشت کنم. خواهش میکنم بفرمایید. شما رو تلفن خانم مینا پورنگ، دو تا آفیس دارن، یکی در ایروان، یکی در هومه لس آنجلس، شماره 949-552-6060 تلفن اورنج کانتی، تلفن ایروان، دفترشون هم در آفیس دفتر مرکزشون، و تلفن منطقه لس آنجلس یا ایریای لس آنجلس، کد 310-23-616، کد 310-23-616 است، و تلفن موبایلشون که میتونید از طریق واتس اپ هم با ایشون تماس بگیرید هست، کد 949-552-60 تلفن موبایلتون هم باز تن 209-242-74-84 این هم از خواستم مخصوصا خودشون. بله نه من همیشه میپرم آقای سربن ببخشون به خدا، من در هر صورت همین در مورد سرمایه گذاری که اشاره کردیم که چقدر تاثیر گذاری، حالا اینی که شما اشاره میفرمایید استاد کالیفرنیا رو به این خوبی ازش ارزیابی کردید و اشاره کردید، حالا به عزیزان ما که در شمال کالیفرنیا زندگی میکنن، اون بدوارم به قول شما بند نخوره، اگر ما بخوایم شمال کالیفرنیا و جنوب کالیفرنیا رو یه ارزیابی کنیم، شما چه امتیازی به این دوتا بخش میدید؟ ببینید کالیفرنیا، حالا من چرا میگم شمال کالیفرنیا و جنوب کالیفرنیا، مثلا شمال کالیفرنیا کمپانی های تکنولوژی شما میدونستین که خیلی ها اونجا رو اصلا بزرگ کردن، خب واقعا روی این نباید باریک شد که کدوم بهتره. شاید مثلا شما اگه برین تو سن هوزه ارزونتر بتونین یه خونه هایی رو خریداری کنین تا برین تو سیلیکون ولی بخواین خریداری کنین، که هر دوتاشون در شمال هستن. بله. اگه برین تو ساکرامنتو شاید بتونین ارزونتر خریداری کنین، ولی خب بعضی جاهاش فلات زون هست، باید بدونین. جنوب کالیفرنیا اصولا جاییه که به خاطر آب و هوا خیلی ها میان برای این که میخوان، بعضی ها میخوان خونه دوم داشته باشن، وکیشن، اونا که خیلی پول دارن میخوان خونه تعطیلاتشون باشه. افرادی هستن که خونه دوست دارن مثلا جلوی آب باشه و منظره عالی داشته باشه، و که واقعا میدونید بیچای زیبایی اینجا داره. بله. البته شما تو این استرچ وقتی میرین کنار اقیانوس رد بشین، شمال تا جنوب، از شمال تا جنوب کالیفرنیا همش زیباست. بله. قیمت فرق میکنه. اگه شما بیاین توی مثلا لاگونا بیچ بخواین خونه بخرین یا نیوپورت بیچ بخواین خونه بخرین، به مراتب گرونتر میتونه بشه، چون محله تبلیغ، حالا بخوام بگیم براش شده، آب و هوا، زیباییش، اصلا خونه هایی که داره واقعا زیباست. مثلا این خدا بیاورز کوبی داشتم با یک کلاینتم
خب مثلا توی کجا بود؟ توی نیوپورت کوسته. شما نیوپورت کوست برین اصلا واقعا زیباست، یعنی خیلی از خونه ها رو به حالت ویلاهای ایتالیایی ساختن. بعد شما اوشن ویو دارین، محله تمیزه، نوه، ولی خونه ها بین 5 تا 10 میلیون دیگه بیشتر هم هست، خونه 40 میلیونی هم داره. ولی اگر بخوای یه خونه داشته باشین 5 تا 10 میلیونه اگه خونه باشه که بتونین توی زندگی کنین. حالا قیمت های بالا نمیخوام بهتون بگم، چون مثلا میگین خب ما 5 تا 10 میلیون خیلی پوله، مخصوصا اگه شما مثلا بخواین پولتون رو بیارین اینجا. توی این مسیر جاهایی هست که شما هنوز میتونین خریداری کنین 2 میلیون بخرین، اوشن ویو، تا ویو اوشن هم داشته باشین. ولی دیگه اونا خونه های خواهند بود که یا آپارتمانی هن یا باید برین در محله هایی که هنوز خیلی خوب نیستن. شما به طرف مکزیک که برین، همونطور که میریم تو اون رده توی سان دیگو، بعد از سان دیگو منظور نه. تو خود سان دیگو نزدیکتر که شما میشین به مکزیک، یه محله تیوانا، نه تیوانا نیست، تو آمریکاییم هست، درست اونجایی که مرز رو زدن. من وقتی همسرم فوت کرد، من همیشه اینطوری هم، من وقتی پدرم فوت کرد همین کار کردم، میرم قاطی پدرم که فوت کرد، گفتم مانی منو برد خونه شون، اونا اونجا تو خونه شون تو نورینگ، خدا رحمت کنه پدر مادرشو، خانم شبخیز، منو بردن اونجا. اونجا تو خونه شون چیز داشتن، گوسفند داشتن، یه جای بزرگ بود، خونه داشتن، خدا رحمت کنه پدر مادرشون مانی رو. من رفتم اونجا چون احساس میکردم خون پدر مادر بزرگ من گوسفند داشت. حالا میگم اینا رو میگیم میگن، یعنی من احساس میکردم که همون جایی هم که بچگیام بودم، چون تابستونا میرفتم خونه مادر بزرگم. پورنگم که فوت کرد، من رفتم اونجا برای اینکه دخترم منو برد، گفت یه جایی هست میتونیم از سواری کنیم دما. کجا؟ درست سر مرز مکزیک. خونه های اونجا داره که زیباست، درسته امنیت اونطوری نداره، چون شما من مکزیکو میتونستم ببینم، یه مثل حالتی یه بردر نه چیز فنسه من. یه فنس گذاشتن، شما درست اون ور میبینی، ولی اونجا خونه هایی هست که بعد شما دم آب میتونین از سواری کنین. من برای میخواستم تو اون منطقه باشم رفتم. پس خونهاش به گرونی نیوپورت کوست نیست، میتونین خونه ارزون پیدا کنین، ارزون تر، ولی خب محلش به امنی نیوپورت کوست نخواهد بود. اینو دقیقا در نظر داشته باشید. خانم مینا پورنگ، اهمیت کار کردن با یک بروکر یا یک ریل استیتی تا چه اندازه به نفع خرید داره؟ بعضی ها هستن که ممکنه بخوان خودشون بخوان مستقیم وارد خرید یا فروش خانه بشن، تا چه اندازه این دو پوزیشن میتونه به نفع اون شخص کار کنه؟ خب خیلی ممنون از این سوالتون. آش. ببینید من همیشه عقیدم به اینه، به تمام ایجنت هایی که با من کار میکنن اینو میگم، ما نمیتونیم دو نفر رو باهاشون، هم خریدار هم فروشنده رو باهاشون فیر باشیم یا عادلانه رفتار کنیم. شما همیشه مهر یکیشون رو بیشتر دارین، یا سابقه کاری باهاش داشتین قبلا. بالاخره شما مثلا اگه خونتون رو بذارین برای فروش، من اولین کسی که اومده گفته خونه رو به من بفروش شما بودین، فروشنده بوده. پس من به فروشنده بایست اینجا میگیم، یه کمی به طرف فروشندم، اونه که بیزینس رو بر من آورده. حالا یه خریداری بیاد از من بخواد این خونه رو بخره که من از دو طرف کمیسیون بگیرم، من نمیتونم هم با خریدار رو راست باشم هم با فروشنده. نمیشه، آدم نمیشه دو جا دلش رو راست باشه، امکان نداره. ممکنه فروشنده یک حرفی به من زده باشه خصوصی که من نباید به خریدار بگم، ولی برای اینکه این دیلو توگیدر کنم به خریدار میگم بیا من اینو میدونم، پس من به فروشنده خیانت کردم. اگر به خریدار نگم برای اینکه بخوام به فروشنده عادل باشم، بعد به خریدار خیانت کردم. پس خیلی مهمه به نظر من دو تا کمپانی مختلف، دو تا ایجنت مختلف ریپرزنت کنن، یعنی شما به عنوان خریدار یک ایجنت داشته باشین، فروشنده هم یک. حالا اگه شما دو نفر میخواین با هم دیل کنین، یعنی شما بین خریدار و فروشنده آقا ما اصلا نمیخوام کمیسیون بدیم، میدونم نمیخوام این کمیسیونو، باید خب کمیسیون نمیخوایم بدیم، پس اینطوری فکر کنین، بگین شما قراره 50,000 دلار کمیسیون بدین، پس شما باید برین به فروشنده بگین آیا حاضری 50,000 دلار کمتر خونه رو بفروشین. بهتون قول میدم، میگه نه، حتی بگین تقسیم کنیم 25,000 دلار کمتر بفروش که ما به این آدمایی که این وسطن پول ندیم. اون کارو میتونین انجام بدین. ولی خریدن یک ملک، شما وقتی 1,000,000 دلار داری سرمایه گذاری میکنی، 800,000 دلار سرمایه گذاری میکنین، مثل این میمونه که شما دستتون چرک کنه بگی من نمیخوام برم دکتر، چرا من برم دکتر پول بدم به دکتر، خودم میام مثل
قرون اول انسانیت، خودم اینو درست میکنم، این چوبو در میارم حلش میکنم. قوانین باید شما قوانین رو بدونین. ما وقتی یه کانترکت رو مینویسیم، یه قرارداد رو مینویسیم، قرارداد ما 16 صفحه است. وظیفه ما اینه که ما این کانترکت رو بدونیم. حالا توی این قرارداد چیزایی که میاد، فقط این نیست که ما یه قرارداد بنویسیم، تبصره یک، تبصره دو، تبصره سه، یک چیزایی باید چک بشه. خونه باید چک بشه، خونه باید ببینیم که خرابی داره یا نه. آیا من میدونم تو دیوار چه خبره؟ نه، ولی میتونم یکی استخدام کنم بیاد فشار آب رو ببینه، عمر اپلاینس ها رو ببینه، موریانه رو بیاد چک کنه، ارزیاب استخدام بشه، همه اینا باید بازدید بشه. و فروشنده موظفه تمام چیزایی که میدونه به شما بگه. اگه یه همسایه داره که سر صدا میکنه، شبا نمیذاره به خواب فروشنده برای همین خونه رو داره میفروشه، ورقه هست باید پر کنه. وقتی که شما میایین از طریق ایجنسی، کاری که میکنه اونو موظف میکنه، میگه باید اینو به جواب سوال جواب رو بدی. خب خریدار موظفه که حقیقت رو به فروشنده بگه. از چه نظر اومدیم شما رفتیم توی محضر و خریدار گفت میدونید چیه، من 200 هزار دلار میخوام پیش قسط بذارم، بعد یه دفعه اومد گفت این 200 هزار دلار من 30 روز دیره. شما رفتی تو محضر با یکی دیگه، باید حالا این محضر رو کنسل کنی، چون وقتی خونه میره تو محضر بهش میگن اینجا کلاود این تایتل. یعنی چی؟ یعنی خونه نه مال فروشنده است، مال خریدار. الان دیگه نشسته تو محضر. هر دو نفر باید قبول کنن که این محضر رو قطع کنن. البته همونطور که خودتون اشاره کردید، من پرسش من همین بود، اصل رکن اصلی رو اون بروکر به عهده داره. بله بله، مسئوله باید ما توضیح بدیم. بله. تمام ریزیکالی رو که اشاره کردید در ارتباط با موریانه، در ارتباط با خرابی دوره ها، در ارتباط با همسایه شروع کن، اینا چیزایی نیست کسی تو خونه مرده. ولی به این موضوعی که شما وقتی محضر باز میکنین خونه، اگه فروشنده این میره تو محضر میشینه، یعنی شما موظفین به خریدار بفروشید، نمیتونین وسطش بگین آ من تصمیمم عوض شد، میتونه شما رو سو کنه. همینطور خریدار وسط کار بگه میدونی من تصمیمم عوض شد، نمیخوام این خونه رو بخرم. برای همینه که شما بروکر میگیرین این وسط، که مطمئن بشین که مسائل قانونی جلو بره. خب اجازه بدین یک بریک یه دقیقه‌ای بگیریم، بریم به آیه‌ی خانم مینا پورنگ که در آیه‌ی جدیدشون 35 سال میگوید 45 سال. خانم ندا کارگردان فنی برنامه، خواهش می‌کنم. خانم مینا پورنگ با 45 سال خدمت به جامعه ایرانی به عنوان مشاور ارشد مورد اعتماد شما در زمینه املاک و وام، کالیفرنیا، استان طلایی امریکا، با کارنامه‌ای درخشان در 100 سال اخیر در جهان می‌درخشد. تلفن در لس آنجلس 818-348-5300-310-20-3-616. استان طلایی امریکا، کالیفرنیا، با بازار آزاد اقتصادی، یکی از بهترین نقاط برای سرمایه‌گذاری امروز شما و پس‌اندازی برای نسل‌های آینده شماست. تلفن در اورنج کانتی 949-552-6060. نزدیک به نیم قرن سلیقه چشمگیر و بی‌نظیر شما و تلاش و کوشش پیوسته من حاصل خرید خانه بهتر، فروش بهتر خانه و گرفتن بهترین وام بوده است. مینا پورنگ. مرسی مرسی خانم مینا پورنگ. ایده هستن که ریورس مورگیج میخوان انجام بدن در ارتباط با لونشون. بله. شما توصیه‌تون در این ارتباط چیه؟ ببینید فقط توی امریکا این اتفاق میتونه بیفته. کاری که میکنن وقتی ما جوونیم تو امریکا، میگن بهترین کاری که شما یه خونه بخرید. بله. مثلا ایرانی وقتی میره خونه میخره، اولین اتفاقی که میفته میگه خب این مال این بچه‌مه، این مال این بچه‌مه. یعنی ما کار میکنیم که مالمون رو، داراییمون رو بدیم به بچه‌هامون. بله. امریکا اینطوری نیست. امریکا بچه که 18 سالش میشه اصولا بهشون میگن یوران یورون، برو از قفس بیرون. فقط مادر پدرای ایرانی ان که بچه من، دختر من 34 سالشه، هنوز میاد تو خونه میگم میخوای برات زرش پلو درست کنم؟ خوشحال میشم میاد تو خونه مثلا پیشم میمونه شبا. گلنار مثلا میاد میگه میخوام. تقصیر شماست. تقصیر منه. آره آی هاف ا پرابلم. قبول نداری؟ نه شما بچه‌ها 18 سالگی بعد میرفتن. من اصلا من عاشق بچه‌هام. خب میدونم. آره یعنی قانون اینجا میگه. من میدونید. خب برای همین میگم ریورس مورگیج رو میخوام بگیم. چرا؟ حالا اینجا تو امریکا میگن آقای خانم
باربرا و آقای جک با هم ازدواج میکنن، میرن یه خونه میخرن، تمام عمرشون کار میکنن، میان خونه رو قسطشو میدن. 30 سال مورگیج، 30 سال مثل یک ازدواج بد میمونه که شما 30 سال با یه آدم بد ازدواج کردید. 44 سال خانم هنکاکو همسرشون جشن ازدواجشون گرفتن. آها اون ازدواج واقعی. واقعی. ولی وقتی شما مورگیج میگیرین یه عروسی بد کردین با چی؟ با اون مورگیج. اوکی؟ برای اینکه عروسی بد کردین باید پول بدین هر ماه برای پولی که قرض کردین. یکی از من سوال میکرد گوش که مینا من 1,000,000 دلار قرض کردم، چرا میگه بعد از 30 سال 2,000,000 دادم؟ گفتم برای اینکه 1,000,000 دلار بهره ازتون گرفتن. و طوری که ازتون بهره رو میگیرن این نیست که بیان بهتون بگن 1,000,000 باید بدین. هر روز بدهی شما رو حساب میکنن، هر روز. شما تا اون روزی که بدهکاری رو تا اون روز بهره میدی. یعنی چی؟ یعنی من همیشه به کلاینت ها میگم وقتی مورگیج میگیرین اگه شده 5 دلارم اضافه بدین در ماه، ممکنه این عمر لونتون رو 1 سال کم کنه، 1 سال بهره نداشته باشین. زودتر خرجو بدین. حالا برگردیم به داستان صحبت شما که اینا میان آدمای امریکایی‌ها، اینقدر آدمای خوبی هم به خدا مردم امریکا. من اینو فهمیدم امریکایی‌ها قلباشون، ببینید آدم‌ها بد و خوب همه جا هست ده. ولی امریکایی که ببینین اینا آدمای ساده‌ای هن، یعنی ده. کار میکنن، گله نمیکنن که کار میکنن، ناراحت نیستن کسی رئیسه، نمیخوان همه رئیس باشن، واقعا دوست دارن تو کمپانی کار کنن. زندگیشون رو میرن میارن، حق خودشون رو میدونن. کمپتیشن بینشون هست، یه چیز قانونیه. آره، ولی کمپتیشن این که گردن همدیگه رو بزنن نیست. نه زیرا با هم دیگه نمیزنن. نه ولی امریکایی حقیقتا جای بزرگ اگه برین مثلا مثل دونالد ترامپ و اینا برین، نه من دارم مردم عادی رو میگم. اونا رو قبول دارم. آره، مردم عادی ببینید بزرگاشون رو کار ندارم، اونایی که دارن جنگ میکنن نظر سیاسی اون اصلا I don't care. ولی آدم های عادی مردمان خوبی هن، ایرانی هم مردمان خوبی هن. حالا شما میاین این پولا رو میدن بعد آقای خانم باربرا و آقای جک میرسن به سن چند سال؟ به 50 سال. بچه ها رفتن از خونه بیرون، بعد میگن که خب ما الان سوشال سیکیوریتی داریم میگیریم. سوشال سیکیوریتی ما 10,000 دلار هر کدوم میساختیم بعد از تکس، 8,000 دلار 6,000 دلار میآوردیم خونه، 12,000 دلار. حالا ریتایر شدیم، سوشال سکیوریتی داریم میگیریم. چقدر داریم میگیریم؟ نفری 2,500. پس 12,000 دلار ما شده چقدر؟ 5,000 دلار. حالا در زمان ریگان، پرزیدنت ریگان اومد گوش که من برای اوریج فامیلی آمریکایی که من دوربین اشتباه نگاه میکنم، معذرت میخوام. سو ساری. گات ایت. چرا نداره؟ مرسی. تیپیکال مردم امریکایی ناراحتم، چون اینایی که سنشون رفته بالا، نسبت صحبتی که شما کردین، دوا گرون شده، دکتر سهمش گرون شده، بیا یه چیزی براشون درست کنیم به اسم ریورس مورگیج. یعنی حالا که خونتون پی آف شده و شما نمیخواین به بچه هاتون چیزی بدین، بچه ها رو انداختین از خونه بیرون، بچه ها بزرگ شدن، بهشون میگین آقا برو پول خودتو بساز، من اصلا میخوام این دونیت کنم اینو به سگ و گربم. این کارو کردن بعد از مادرای آمریکایی‌ها، نمیخوام به بچه‌م چی بدم، بچه‌م بزرگ شده بره خوش پول خودشو در بیاره. منتالیتیشون اینطوریه. ما نه، ما میگیم بچم، همه مال بچم، ولی اونا میگن نه ایتس آرز. میان ریورس مورگیج میگیرن. ریورس مورگیج چیکار میکنه؟ میگه میدونید حالا شما دویدین 35 سال شد بدهیتون زیرو ده. حالا بذار برگردیم از اول. چیکار کنیم؟ شما هر ماه بیاین، ما بهتون الان 500,000 دلار میدیم، برین با همدیگه وکیشن، برین تا دو تا آخر عمرتون زندگی کنین، خرجاتون رو بدین، با همین سوشال سکیوریتی نا خوش باشین. ما به شما 500,000 دلار میدیم، ولی به جای اینکه از شما قسط بگیریم، هر ماه به این 500,000 دلار شما بهره رو اضافه میکنیم. یعنی خیلی ها میان سوال میکنن، ایرانی ها این کانسپت جدیده، میگن خب من اگر 90 سالم شد چی کار میکنم؟ اینا به نسبت عمر شما، یعنی من اگه برم الان بگم من میتونم برم ریورس مورگیج بگیرم، میگن چند سالته؟ مینا 62 سال. خیلی خوب، اکسپکتنسی، چیزی که فکر میکنن به طور متوسط آدم ها عمر میکنن، الان رسیده به 95 سال. پس میان تقسیم میکنن، میگن ما تا 50% خونتو میتونیم بهت بدیم اگر بدهیاتو همه رو دادی، و بعد از اینجا به بعد به بدهیات اضافه میشه. پس مینا تا 92 ساله بشه قیمت خونش شده 4 میلیون، بدهی شده 2 میلیون. ورثه اجازه دارن تا 1 سال هر کسی که خونه رو میخواد ببخشه یا خونه رو بفروشه یا وامش رو عوض کنه، 1 سال بهشون اجازه میده. یعنی نمیان خونه تو بگیرن. آیا اون خونه رو میتونن برای بهسازی اون وام ریورس رو
برای بهسازی خونشون استفاده کنن یا اینکه نه صرفا به خاطر این ریمودلینگ نیست، نه فقط میتونن برای چه استفاده ببین. کنن برای اگه برای شما استفاده کنین کسی نمیاد، باید تو خونه زندگی کنه اگه ریورساش بشین بره. کسی نمیاد دعواتون کنه، ولی این پولو به شما دادن چون شما دارین یه پولی رو میگیرین که بهرهشو هر ماه دارن به اون مال شما اضافه میکنه، یعنی بدهی شما رو بیشتر میکنه هر ماه. حالا شما اگه 500000 دلار گرفته باشین، ماه اول بشه 501000 دلار، حالا روی 501000 دلار باید بهره بدی، ماه بعد میشه 502 بله. رو 502 باید بهره بدی، یعنی تصاعدی که حساب میکنن اگه درست بگم برعکس میشه. حالا بدهی شما به جای اینکه بره پایین وقتی جوونی کار میکنی قسط میدی، بدهی شروع میکنه بالا رفتن، ولی قیمت خونه میره بالا. ضریبی که استفاده میکنن اینکه حد متوسط عمر انسان ها چقدره در امریکا، در کالیفرنیا اگر نگاه کنیم 95 سال. پس اگه یه شخص 80 ساله بره این وامو بگیره، پول بیشتری بهش تعلق میگیره تا یه شخص 60 ساله. چون حدسش اینه که اون آدم 80 ساله خب زودتر فوت میکنه تا آدم 60 ساله. بله. اوکی. بله. و این نوع یک نوع وام دولتیه. پرزیدنت ریگن این کارو استابلیش کرد در سال 1980 به کمک کنه به سینیورا یا افرادی که بالای 55 سال بهشون به ما میگن سینیور سیتیزن ها. بله. اوکی. سو کمک کنه بهشون. بله. سوالتون خل... جواب دادم من؟ بله بله خیلی جالب. عرض کنم که خانم مینا پورنگ سالیان سال معرف حضورتون هستن، نیازی به تعریف من نیست، این صحبت هایی که میکنن حکایت از تخصص و عرض کنم که اندیشه بیش از نزدیک به نیم قرن هستش که ازش برخوردارم و خیلی عزیزان ما از این دانششون هم بهره مند شدن، چه عزیزانی که در داخل امریکا زندگی میکنن یا در کانادا یا در اروپا و حتی عزیزانی که از ایران خرید خانه داشتن با خانم مینا پورنگ. اشاره کردن که شما اگر بخواین در کالیفرنیا صاحب خونه بشید، صاحب ملکی باشید، نیازی نداره که شما صاحب گرین کارت باشید. به هر حال مؤسساتی هستن که خود خانم مینا پورنگ هم اشاره کردن مورد تایید ایشون هست، مورد تایید گاورمنت دولت هستش که میتونن در غیاب شما اون مسائل در قیابتون اون مسائل خاص روزمره و حتی ماهانه رو پیگیری کنم. و آقا خانم مینا پورنگ خیلی تشکر میکنم. یه بار دیگه من شماره تلفن های خانم مینا پورنگ هرچند که روی صفحه هستش قیمتون توضیح میدم، تلفن آفیسشون در اورنج کانتی کد 949-552-6060 کد 949-552-6060 و تلفن لس آنجلس یا سان فرناندینو یا نه ولی به قول معروف ولی هستش کد 310-2316 هیچ فرق نمی کنه. شما با این دو شماره تماس بگیرید یا ایشون اپوینتمنتشون رو در اروان قرار میدن یا در عرض کنم که آفیسشون در شرمن بی شرمن اوکس و همچنین تلفن موبایلشون که واتساپ هم هستش کد 949-202-74-84. خانم درسم خوب بود. آلا خواهش میکنم شما. مرسی. خیلی ممنون آقای شما. خواهش میکنم خیلی ممنون. مرسی. خیلی تشکر میکنم که مجددا دعوت منو پذیرفتید. از ندا عزیز کارگردان فنی برنامه هم تشکر میکنم. میریم به چند پیام بازرگانی نگاه میکنیم، برمیگردیم. یک موردی در بخش دوم هستش که خدمتتون میام و توضیح خواهم داد. خانم مینا پورنگ با 45 سال خدمت به جامعه ایرانی به عنوان مشاور ارشد مورد اعتماد شما در زمینه املاک و وام. کالیفرنیا، استان طلایی امریکا، با کارنامه‌ای درخشان در 100 سال اخیر در جهان می‌درخشد. تلفن در لس آنجلس 818-348-5300-310-2030-616. استان طلایی امریکا، کالیفرنیا، با بازار آزاد اقتصادی یکی از بهترین نقاط برای سرمایه‌گذاری امروز شما و پس‌اندازی برای نسل‌های آینده شماست. تلفن در اورنج کانتی 949-552-6060. نزدیک به نیم قرن سلیقه چشمگیر و بی‌نظیر شما و تلاش و کوشش پیوسته من حاصل خرید خانه بهتر، فروش بهتر خانه و گرفتن بهترین وام بوده است. مینا پورنگ